سقف و این وامو در سال گذشته ما افزایش دادیم، یعنی به سقف 400 میلیون تومان افزایش دادیم و باز دیدیم تورم به نحوی است که 400 میلیون تومان باز کمک خاصی برای خرید مسکن وجود نداره. اینو ما مسبب کردیم با یه مبلغ قابل توجهی و فرستادیم برای ارکان تصمیم گیری که نهایتش باعث شورای پول و اعتبار روی این موضوع تصمیم بگیره و به ما ابلاغ بکنه. و یه طرف قضیه دیگه اینه که اگر ما افزایش رو صرفاً توجه بکنیم تو بعض باز پرداخت این تسهیلات هم برای اقشار مختلف واقعاً با توجه به کسب درآمد محدودی که دارن مشکل ساز خواهد بود. ولی با این حال ما به خاطر اینکه بتونیم یه نقش مؤثری برای خانمدار شدن مردم داشته باشیم دو تا راه رو در واقع امسال تو سیاستامون قرار دادیم. یکی این که افزایش این وام مسکن جوانان رو داریم تو دستور کار و ما مسبب کردیم در بانک، و موضوع دوم از طریق اقدام ملیه، در واقع از طریق اقدام ملی 400 هزار واحد دولت مکلف شده که در این بخش در واقع بتونه در ساخت و ساز مشارکت داشته باشه و نقش کلیدی هم بانک مسکن داره و ما تا الان توانستیم که در واقع تو پروژه های مختلف تو این زمینه ورود پیدا بکنیم که بتوانیم هزینه ساخت ساختمان رو برای متقاضیان بیاریم پایین با روش های مختلف و همچنین توان بازپرداختن برایشون توی مسیر دیده بشه.